سلام دوباره تقدیم میکنیم با فرد مهربان که لبانش همیشه پر از لبخند است. امروز با ما هست چون روز گذشته هم روز لبخند بود. روز ازی بود که بر یک دیگه خود صدقه بدیم. و امروز فقیر میوند با ما هستند. آگاهی رسانه ها در کشورهای پس از جنگ، امروز میخوایم در رابطه با هنر و اجاگاه هنر صحبت بکنیم. سلام. خوش آمدین. سلام به شما عزیزای ما که گرداننده‌ای خوب خوب بامداد خوش هستین. بامدادتان نورانی باد. سلامت باشین. سلامت باشین. و بامداد شما هم خوش و خوشحال از خداوند براتون. همیشه آرزو داریم که بامدادتان خوب باشه. دیروز روز لبخند بود. دقیق. ایمال حتما در اون روز تولد شده. دقیق. میخوایم که عزیز بپرسم چطور میتونیم که برای یک بینوای خود که نیازمند لبخند ماست لبخند هدیه بدیم؟ اگر قلبت پر از عشق نباشه نمیتونی برای یک پیرمرد و یک کسی که دستنگ است برش لبخند بدی. بنان باید قلبت پر از عشق و محبت و دوستی و صفا و صمیمیت باشه که بتونی در کوچه و پس کوچه بر عزیزایت و بخصوص برای کسایی که با گرد سرخان همراهیت نان میخوره بر از او لبخند بیتی. ما فکر میکنم ای بهترین گپ خواد باشم. جناب میوند، وقتی میگیم هنر و جایگاه هنر، شاید هر کس یک تصویر متفاوت در ذهنش ایجاد شده باشه. یکی میگه موسیقی هنر است، یکی میگه که رسامی و نقاشی یک هنر است، خطاطی یک هنر است. اما امروز او هنری را که ما میخوایم روش صحبت داشته باشیم، آیا شامل همه عنوانهای کوچک هست یا یک مفهوم دیگر را شما میخواین بر ما اینجا بیان کنین؟ یک کلمه را نمیخوایم بگویم کلان، میخوایم بگویم کتا. کلمه پیور کابلی هست. کلان، کتا. هنر دیگه امروز جایگاهش و نقشش و مفهومش به این خلاصه نمیشه که فقط برای موسیقی، رسامی، خطاطی. سراپای برنامه شما که هر روز صبح ممه بنم لبریز از هنر است. همین روز که ما دیدم یک ساعت امروی ما بیشتر از یک ساعت بوده. بله، ما عملا دیدم که عزیزای ما هم در داخل استیدیو هم در بیرون استیدیو چطور کار میکنن. عاشقانه کار میکنن، با محبت کار میکنن، پر از صفا و صمیمیت کار میکنن. نمیخوایم در مورد شما دو عزیز خود که ستاره های خوب هستین و سمبول نسل جوان هستین که پر از محبت همراه می دوستا و جوانای کامت که همشون ستاره ها هست از برکت تلویزیون ارجمند شما. امی که هنر نیست خیلی چیست؟ هر کس میتونه که مثل شما باشه؟ نه خیر، شاید بتونن کس دکتر خوب شوند، اما گرداننده ارجمند برنامه بامداد خوش هر کس شده نمیتونه. و ای در درون شما یک درون مایی مقبول و زیبا و پر از کشش هنری وجود داره که درود بر رهبری تلویزیونتان و درود بر خانوادهتان و بخصوص بر شما که یک شخصیت هستین که بر ما شادی میتین، زیبایی میتین، آرامش میتین. ایست هنر. شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر. شما بر مردم صبح شادی میتین، باید پر از لبخند میرن و سر میز شما پر از گل هست. با چی محبت، با چی جست، با چی حرکات زیبا و پسندیده همراه میمانایتان برخورد میکنین و میمانایتان میره به پانتون کابل یا به شفاخانه علی آباد یا میره به وزارتخانه های مختلف و یا در بانکا که نسل جوان در اونجا کار میکنه و یا ای که چقدر زیبا و پسندیده است که زبان ادبیات رسانه‌ای ما را، زبان ادبیات میاری ما را با تمام زیبایی شما او را حفظ میکنین. امی خودش هنر است. امی که لباس زیبا و پسندیده میپوشین که تابترین لباس است که آرزو میکنم همیشه شما پر از لبخند باشین، همی هنر است. امی که شما احترام میکنین بر تمام دوستایتان یکسان و نمیخواین کلمات ترخیش کننده، ناراحت کننده را بر دوستایتان بتین و میخواین از قاموس زبان و ادبیات افغانستان زیباترین کلمات را پیدا بکنین و نثار دوستایتان بکنین، همی هنر است. هنر دیگه چی میتونه باشه؟ همی هنر است. اما با دریغ و اندوه بگویم بعض دوستای ما
یا کنایه گویا و یا نمیفهمن و یا هنوز هم در خواب دیروز و پریروز هستن بر هنر و جایگاه هنر و نقش هنر در یک کلمه بر فرهنگ و فرهنگسازی افغانستان توجه نمیکنن که نمیکنن و هنوز هم میخواهن که نسل جوانه که قد بلند کرده از پشت تپکوهای آسمایی و شیر دروازه و میخواهد صدای رسا و بلند خود بر دوستای خود بکشانه بگه دوستا میبینین که شب شهر کابل پر از ستاره ها بود میبینین که در شهر کابل امروز آفتاب غروب نکرد و شهر کابل پر از زیبایی و تراوت و عشق و محبت بود ایره کی میگه؟ ایره نسل جوان میگه همه هست یک تعداد کسایی که تو خفه میکنه نسل جوانه آقا پیرانت دراز است، پیرانت سرخ است، زیاد میکپ کردی، زیاد جست و حرکات داشتی، زیاد از شما توصیف میشه که باید شوه و اینا دیگه به خود حق نتن و نسل جوان بانن و بگذارن. من منتا یک جمله را میخوایم یاد بکنم، باز تو منتظر جواب سوال دومتان هستم. تا چه وقت برای نسل جوان ما بگوییم که شما احترام ما را بکنیم؟ تا چه وقت نسل جوان گپ ما را بشنوه؟ تا چه وقت نسل جوان پای خود از لخک دروازه او طرف نمانه به خاطر ازی که آجی صاحب، انجینیر صاحب، دکتر صاحب خفه نشه؟ بیاییم که بر پیرا و بزرگای خود بگوییم، بیاییم بر نسل جوان تنها نگوییم که گپ نزن، بر نسل جوان با نسل جوان احترام بکنیم. و امروز نسل جوان نیاز داره به احترام. شاید یک گپ نو باشه، شاید مورد قبولشان نباشه که چطور بزرگا نسل جوان احترام بکنه. نه، من فکر میکنم که زمان ازی رسیده که ما خود تعویض بکنیم و برای نسل جوان ارج قائل باشیم و نسل جوان ببوسیم و ببوسیم و در آغوش بگیریم و بگوییم عزیزم تو پیش و ما در عقبت و ما میخوایم که تو را کمک بکنم و ما به کمک تو نیاز دارم به خاطر ازی که تو آسا دستم هستی. ای اونر است، ما باید این اونر را پیدا بکنیم. ای اونر زندگی است دیگه، اونر کلاشینکوف و جنگ و نبرد و آهن و شمال و شرق و غرب و تاجک و پشتون ازاره کونه و پوسیده و بیمفهوم و بیارزش است. بیاییم که با هم زندگی بکنیم، اینی اونر را باید پیدا کرد. استاد فقیری که امروز با ما اینجا هستن، میخواییم با او کسایی که فقیر هستن آیا لبخند میتونه کمکشان بکنه؟ چرا نه؟ چرا نه عزیزم؟ من پیشتر از جالی اصفهانی یاد کردم پاچه شیرش کوتا. لبخند دیگه امروز لبخند مارکتینگ دنیای غرب نیست، لبخند باید از قلب باشه. لبخندهای تقلبی معلوم میشه. دقیق جانم، دقیق. ما زمانی که ناو انگلیسی یاد میگرفتم در بریتانیا، یک روز در کلاس ششته بودم، دوست استاد انگلیسی ما بر ما یاد میداد که اگر در یک مارکت، در یک مغازه کار بکنی باید لبخند ساختگی داشته باشی. شما باور بکنید امو لحظه عشق به چشمای من خزد که من خود در کابل نازنین ویران شده خود کسی یا معلمی یا مادرم یا پدرم به من نگفته بود که خنده ساختگی بکن. خنده همیشه از درون قلب میباشه. اما اینا برای من میگن خنده ساختگی؟ بله، به خاطر مارکتینگ در اوجا و در اون دنیا. شاید ما دور از او فرهنگ باشیم، در اونجا باید خنده ساختگی داشته باشیم. اما در افغانستان ما با تمام درد و رنج و اندو و کشت و خون و غبار و درد و اندو که وجود داره، در سیمای شما عزیزایم با چی مشکل میین که امروز ناوقت آمدی؟ امیدوارم خانی از دید قید نشه، مریم جان خانی از دیدش قید نکنی، اما بازم پر از لبخند هستین. این خودش بیانگر عشقتان است برای ما و برای دوستایتان و برای تلویزیونتان. بسیار زیاد تشکر. همیشه همطور از خداوند برات آرزوی سلامتی داریم، لبانت پر از لبخند باشه. قربان شما. قلبت هم سرشار از مهربانی و عشق باشه. با شما یک جا. سلامت باشه. با شما یک جا. بسیار زیاد تشکر. تشکر عزیزم. خب میریم با طرف وقفه. پس از وقفه با شما خود بودیم. میتونین که نظریات و گفتنی هایتون رو با ما شریک بسازین. صفحه فیسبوک ما 86-56، ایمیل آدرس بامداد@tulu.tv در اختیار شما هست. وقفه میگیریم.